ارسطو چمنرخ فوق تخصص میکروب شناسی از لس آنجلس همراه ما هستند. وقتتون بخیر و سپاس از همراهیتون. ممکنه در مورد راه‌های مقابله با شیوع و کنترل و مدیریت این مشکل بهداشتی برامون توضیح بدین؟ با سلام خدمت شما و همه هممیهنان عزیزم. همونطور که فرمودین این چهارمین شیوع این ویروس هست، مخصوصا در همین ایالت کرالا در که دو نفر جان خودشون رو از دست دادن. و اگر من میخوام یه تاریخچه کلی اصلا از این ویروس بهتون بگم، این ویروس ابتدا سالیان گذشته اصلا این ویروس توی شهری که نام نیپا داشت توی مالزی این ویروس شناسایی شد و چندین سال متوالی این ویروس شیوهای مختلفی داشت تا از سال 2018 هم توی که شما فرمودین در این ایالت کلارا اولین بار دیده شد که جان چندی نفر گرفت. بعد از اون دوباره دیگه این اتفاق افتاد که یکی از اونها یه بار جان یه پسر بچه 12 ساله رو گرفته بود و الان جان دو نفر رو در این ایالت گرفته که وزارت بهداشت اعلام کرده تمام مدارسی که توی مدارس مخصوصا 7 روستا رو کاملا مدارسش رو تعطیل کردن، همونطور که فرمودین به حالت تعلیق در اومد تمام اماکن عمومی و یه چیزی حدود 700 نفر رو آزمایش انجام دادن که 77 نفر کسایی بودن که با این افراد در ارتباط بودن و اینا رو به عنوان افراد پرخطر در نظر گرفتن. خب حالا چرا من اینا رو بهتون گفتم؟ به خاطر اینکه زمانی که یک ویروسی به حالت اپیدمی، یعنی در یک دوره بازده زمانی کوتاه، مثلا 2 هفته‌ای تو یک جمعیت زیادی تو یک منطقه خاص به وجود میاد که ما بهش اپیدمی میگیم، اینو سریعا توی لیست پرخطر قرار میدن و خیلی شدیداً مراقب هستن که این یه وقت شیوع پیدا نکنه. و الان ویروس نیپا توی لیست دقیقا همین اپیدمیه و جز مواردی هست که سازمان بهداشت جهانی قرار داده که اینو به صورت خیلی سریع در موردش تحقیق و بررسی بشه. علت شیوع ویروس‌های از این نوع چیه؟ یک کشور معمولا چطور و در چه شرایطی گرفتار این مشکل بهداشتی میشه؟ همچون که بهتون گفتم تاریخچه‌شو، اولین بار این در بین خوکداران توی مالزی اتفاق افتاد و این کلن یه ویروس مشترک بین انسان و حیوان هستش و اولین بار خوکدارانی که در تماس با خوک‌های آلوده بودن دچار این بیماری شدن و بسیاری از خوک‌ها رو همون سال از بین بردن به خاطر اینکه نمی‌خواستن که این بیماری شیوع، ویروس شیوع پیدا کنه بین بقیه افراد. در کل این یک طریق انتقالش بیماری مشترک بین انسان و حیوانه که همونطور که گفتم خوک و در بعضی موارد میگن خفاش‌های میوه خوار هم میتونن این انتقال رو بدن. راه دوم انتقال غذای آلوده است که من به شدت تاکید میکنم به همه همیهنه ازم که میوه‌هایی که روی زمین میفته و آلوده میشه به هیچ عنوان قبل از شستشون نخورن، چون این هم میتونه یکی از راه انتقال باشه. و کسایی هم که خب از محصولات خوک هم اینجور چیز استفاده میکنن بیشتر مراقبت کنن، چون خودش خود خوک ها یا درست مواردی که آلوده هستن به یعنی ویروس، خوک هایی که ممکنه آلوده باشن هم یکی از راه های انتقال هست.